سلام امروز میخوایم با همین شکلات های مغزدار با فیلینگ موکا رو درست کنیم خیلی هم راحت و خوشمزه است برای ایجاد خطوط اول یه مقدار خیلی کم شکلات سکهی مارک کارات رو روی بخار کتری زوب کنید و بریزید داخل قیف از غالب سیلیکونی یا پولیکربونات میتونید استفاده کنید سر قیف روی قیچی خیلی ریز بزنید و داخل دایره ها این خطوط رو با شکلات ایجاد کنید تا وقت شکلات سفت نشده با کاردک میتونید جمع کنید ولی اگه سفت شد مواظب باشین که شکلات رو نشکنن از رنگ پودر طلایی استفاده میکنم شما هر رنگی که دوست داشتید میتونید استفاده کنید با قلم و رنگ رو داخل نیم ها پخش میکنم اگه قلمو نداشتید میتونید یه مقدار رنگ پودری داخل قالب بریزید و قالب رو تکون بدید که رنگ به همه جاش برسه. حالا یه مقدار شکلات دیگه روی بخار کتری زوب میکنیم کل نیم ها رو پر میکنیم یه تکون بدید که همه جای نیمکره شکلاتی بشه بعد اضافه های شکلات رو روی دیس یا کاغذ روغنی برگردونید اضافه های شکلات که روی کاغذ روغنی ریخته رو میتونید داخل یه قالب دیگه بریزید و بعدا استفاده کنید تا وقتی که شکلات صفت نشده اضافه شکلات رو با کاردک جمع کنید. برای فیلینگ موکا احتیاج داریم به مقدار مساوی از خام صبحانه گرم شده و شکلات بنماری شده. حواستون باشه شکلات روی حرارت مستقیم نسوزه. این مواد رو خوب با هم مخلوط کنید که یک دست بشن. در آخر بهش 10 گرم کره هم اضافه میکنیم به همراه پودر قهوه فوری که من آسیابش کردم. یه مقدار روی گاز هم بزنید با حرارت کم که یک دست بشن. فیلینگ رو بریزید داخل قیف و داخل شکلاتتون رو پر کنید. در آخر هم یه لایه شکلات زوب شده روی فیلینگمون میریزیم. یکم تکونش بدید که صاف بشه بعد میتونید بذارید چند دقیقه توی یخچال که سفت بشه. بعد از حدود پنج دقیقه شکلات ما آمادن به راحتی میتونید از قالب سیلیکونی خارج کنید و داخل کپسول کاغذی قرار بدید. این کپسول کاغذی رو میتونید از لوازم قنادی تهیه کنید. یه مقدار شکلات هم داخل قالب قلبی درست کردم. میتونید با رنگ پودری قرمز شکلات قلبیتون رو رنگ کنید. اینم از برش کار چون تازه از یخچال در اومده یه مقدار فیلینگش سفته ولی اگه بیرون بمونه فیلینگش نرمتر میشه من مریم جابری هم امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید اگه خوشتون اومد یه قلب برام تو کامنت بذارید